احتمالاً تصویر مجسمه داوود رو دیدید. یکی از سمبل‌های شهر فلورانس، تاریخ هنر و مجسمه سازی. میگن کسانی که برای اولین بار از نزدیکی مجسمه رو می‌بینن، بعد از اینکه از حیرت زدگی و مست شدگی بیرون اومدن، شروع می‌کنن در مورد کوچک بودن آلت تناسلی مجسمه صحبت کردن یا حداقل بهش فکر می‌کنن. البته این ویژگی فقط مختص مجسمه داوود نیست. بیشتر مجسمه های اسطوره های یونان باستان و زمان رنسانس همین ویژگی رو دارن. ولی چرا؟ تو این ویدیو میخوایم در مورد دلایل جالب این ویژگی و بعد در انتهای ویدیو در مورد داستان سانسور مجسمه داوود صحبت بکنیم. من هومن حسنی هستم و شما دارید دلارته رو تماشا میکنید. تو هر قسمت از دلارته ما یکی از پنجره‌های تاریخ هنر رو باز میکنیم و به بررسی یک پدیده هنری میپردازیم تا ببینیم چطوری میشه با یک اثر هنری روبرو شد. اول برای پاسخ دادن به این سوال که چرا اندام جنسی مردان در آثار هنری از سایز معمول کوچیک‌تره، یه مقدمه کوتاه رو با هم بررسی بکنیم. میدونیم چیزی که افکار امروزی چه از نوع مردانه یا زنانش در مورد سایز مردانه میدونه یا طلب میکنه تا حد زیادی تحت تأثیر صنعت پورنوگرافیه. طبق این صنعت هرچی اندام تناسلی مرد بزرگتر باشه، مردانگی هم بیشتر. این معیار دقیقاً برعکس چیزیه که در یونان و روم باستان وجود داشته. البته جای تعجبی هم نداره، چون که معیارهای بشر همیشه تغییر کرده در طول تاریخ و در حال تغییره. همونطور که معیار زیبایی زنان مثلا عهد قاجار با معیارهای امروزی همخوانی نداره. حتی معیارهای زیبایی شناسی مردان عهد هخامنشی هم با همعصران خودشون در یونان و روم تفاوت داشته و معیارهای اون دوران با امروز فرق داره. در یونان باستان هم مردان با اندام تناسلی کوچیک بیشتر مورد قبول بودن تا مردان دیگه. اما این معیار ریشه در یک مورد نداره. چند تا دلیل. یکیش ریشه در اسطوره هاست، یکیش ریشه در معیارهای زیبایی شناسی و اون یکیش ریشه در باورهای پزشکی اون دوران که همه رو میخواییم توضیح بدیم الان. بذارید با مثال اسطوره پریاپوس شروع بکنیم. در اسطوره ها پریاپوس خدای باروری و حاصلخیزی و حامی دام‌ها و آلت تناسلی مردانه بود. میدونیم که یک اسطوره ممکنه و میتونه خدای چند چیز باشه. این خدای اسطوره‌ای اندام جنسی بزرگی داشت که تو تمام تصاویر و مجسمه‌هایی که ازش هست مشخصه. اما این خدا مورد نفرین الهه هرا همسر زئوس قرار گرفت. دلیلش هم یه داستان غیر اخلاقیه. و به دنبال همین نفرین هرا بسیار زشت‌رو و زشت‌خو شد و قدرت باروریش هم از بین رفت. این خدا چنان مورد نفرت دیگران قرار گرفت که در آخر از جایگاه خدایی رانده شد و به زمین اومد. بنابراین از نظر اسطوره‌ای آلت بزرگ اون نمادی برای زشتی و پلیدی واقع شد. نمادی برای هوسرانی و شهوت بی‌سرانجام، نمادی برای طرد شدن از توجه خدایان. در واقع چون اون اسطوره نفرین شده بود، این نفرین شدگی به بقیه ویژگی ها هم سرایت کرده بود، من جمله آلت تناسلی بزرگش که اتفاقا از دلایل نفرین هم. و در مقابل همه اینها آلت کوچیک مورد مقبولیت قرار گرفت، چون که نمادی بود برای زیبایی و تناسب، نمادی برای رابطه خردمندانه و عاشقانه، نمادی برای توجه خدایان به اون شخص، دقیقا برعکس پریاپوس. بنابراین وجود آلت مردانه کوچیک در مجسمه های یونان و روم باستان رو باید از دیدگاه اسطوره‌ای نگاه بکنیم. ولی این همه ماجرا نیست. بریم سراغ دلیل بعدی، معیارهای زیباشناسی. همونطور که گفتیم معیارهای انسان در طول قرن‌ها تغییر می‌کنه. در نگاه یونانیان باستان معیارهای زیباشناسی مردانه بر سه چیز استوار بود: سینه‌های ستبر، بازوها و سرشونه‌های گرد و بزرگ، رون‌ها و پاهای بزرگ و قوی. همین سه تا. همین که یک فرد مذکر این سه ویژگی رو داشت، همواره به عنوان یک مرد زیبا و پهلوان مورد قبول واقع میشد، بدون در نظر گرفتن اینکه سایز آلت مردانش مورد تایید صنعت پورنوگرافی امروز قرار میگرفته یا نه. با این حال
از نظر اسطوره اشاره کردیم که فقط مردانی که سایز کوچیک داشتن همواره مورد توجه خدایان قرار می‌گرفتن. برای همین اصلا آلت بزرگ از یه زمانی به بعد تقبیح شد تا جایی که آلت کوچیک جزئی از زیبایی هم شمرده شد. بنابراین پهلوانان بسیاری داریم که معیارهای زیبایی شناسی رو داشتن، اما به دلیل اینکه سایز بزرگ هم بودن مورد بیمهری قرار گرفتن و دیگه زیبا حساب نمی‌شدن حداقل. بریم سراغ سومین دلیل، باورهای پزشکی. باورهای پزشکی اینطوری عقیده داشتن که سایز کوچیک باعث میشه نطفه مسیر کوتاه‌تری رو طی بکنه تا برسه به اندام زنانه. بر همین اساس فکری جنین اینطوری از کیفیت و سلامت بیشتری برخوردار خواهد. از این لحاظ سایز بزرگ نمادی بود برای ضعف مردان در تولید نسل سالم که قطعاً یکی از جنبه‌های منفی مردان در نظر گرفته میشد. از اون طرف سایز کوچیک نمادی بود برای مردانگی و تولید نسل مردان کامل و بی‌عکس. هنرمندان رنسانس هم به دلیل اینکه در پی ارج گذاشتن و زنده کردن معیارها و ارزش‌های یونان باستان بودند که قبلا راجع بهش گفتیم، این معیارها هم برای اونها هم مهم شناخته شد. برای همینه که می‌بینیم مثلا در کارهای برهنه میکلانج، از جمله در مجسمه داوود یا نقاشی آفرینش آدم، مردان اندام تناسلی کوچیکی دارن و همونطور که گفتیم این معیاری برای فضیلت اونا بود. بریم سراغ مجسمه داوود و یک نگاه کوتاهی به داستان سانسورش داشته باشیم. این مجسمه همون اول ساختش توسط میکلانج درگیر مشکلات شد. کاتولیکا خوششون نیومد. ناخوشایندی رهبران کاتولیک از مجسمه داوود از همون روز رونمایی شروع شد. از نگاه اونا دیدن آلت برهنه این مجسمه عین گناه کردن بود که باید رفع میشد. به همین دلیل چند روز بعد از مراسم رونمایی دستور داده شد یک کمربند فلزی دور کمر داوود ساخته بشه که با برگ انجیر آویزون شده که داشت جلوی آلت مردانش رو بگیره. برگ انجیر نمادی برای پوشوندن شرم و گناه. این برداشت یکی از داستان آدم و حوای تورات گرفته شده. تقریباً 60 سال بعد از این دستور، فقط چند ماه قبل از مرگ میکلانج، کلیسای کاتولیک یک جنگ صلیبی بزرگ ایجاد کرد تو سراسر ایتالیا و طی دستوری اعلام کرد هیچ مجسمه‌ای نباید برهنگی آلت داشته باشه یا با حالتی هوس‌انگیز ترسیم شده باشه. بعد از صدور این حکم مثلا کمپینی درست شد به عنوان کمپین برگ انجیر که وظیفش بریدن آلت تناسلی مجسمه ها یا پوشوندن اونها بود. از این واقع به عنوان مهمترین جریان سانسور در تاریخ هنر یاد میشه. تعداد مجسمه هایی که توسط این کمپین اخته شد اونقدر زیاده که ادعا شده احتمالاً در یکی از دالان های مخفی و زیرزمینی واتیکان یه اتاق وجود داره که وقتی درشو باز میکنی با کلی آلت های مردانه سنگی یا گچی روبرو خواهیم شد. فعالیت این کمپین چنان گسترده شد که نه تنها به مجسمه ها بلکه به تابلوهای نقاشی هم ایراد می گرفت. نمونه مشهورش پوشوندن نقاشی دیواری روز داوری میکلانج تو کلیسای سیستین. اصولا میکلانج یکی از مبارزین سرسخت در مقابله با خواسته های اعمال سانسور واتیکان بود. شاید به همین دلیله که اندام های مردانه و سینه های زنانه در نقاشی ها و مجسمه های میکلانج بیشتر از حالت عادی بزرگ و به چشم میاد. انگار که مثلا میخواست هرس رهبران کاتولیک رو در بیاره. البته فکر نکنید این واقعه مخصوص به رنسانس، نه هنوز هم هست. پوشوندن آلت مجسمه داوود هنوز هم یکی از دغدغه‌های فکری واتیکانه. پاپ بندیکت 16 که سال 2013 همین حدود 10 سال پیش کنارگیری کرد، طی نامه‌ای از دولت ایتالیا خواسته بود که برهنگی آلت مجسمه داوود رو بپوشونن که وقت موجب گناه بازدید کنندگان موزه فلورانس نشه. یا مثلا 1995 میلادی شهردار فلورانس به عنوان هدیه یک کپی از این مجسمه رو به اورشلیم فرستاد. اونا این هدیه رو رد کردن. تنها بعد از چندین بار دامنگاری و بحث و مجادله شهردار اورشلیم این هدیه رو با پوشوندن آلت تناسلی داوود قبول کرد. البته برای یهودیا این مجسمه یه ایراد بزرگ دیگه هم داره. چی؟ داوود تو این اثر به عنوان یک شخصیت مهم در تاریخ دینی یهود ختنه نشده. در مورد علت ختنه نبودن این مجسمه دلایل مختلفی گفته شده، ولی مشهورترینش اینه که هنرمندان دوران رنسانس در این مورد خاص بنابر سنت تصویرگری یونان باستان عمل می‌کردند، نه بر اساس آموزه‌های تورات. و در یونان باستان هم زیبایی آلت مردانه به ختنه نبودن اون. ما قبلا تو اپیزود برهنگی توضیح دادیم که مسئله یونانیان باستان در مورد برهنگی چی بوده و چطوری نگاهش میکردن، یا
زمانی هم که یک نسخه کپی بدون پوشش از این مجسمه به ملکه ویکتوریا داده شد، هدیه داده شد، چنان از برهنگی اون شوکه شد که اونم دستور داد برای پوشوندن اون ناحیه از برگ انجیر استفاده بشه. نکته دیگه که باید بهش دقت داشت اینه که کلیسای واتیکان به عنوان یکی از اصلی‌ترین سفارش دهندگان آثار هنری و مذهبی مشکلی که با برهنگی گناهکاران نداشت. مشکل اونا برهنگی انسانهای عادی یا شخصیتهای مثبت کتاب مقدس بود، وگرنه از نقاشیهایی که یک فرد گناهکار رو برهنه نشون میداد خیلی هم استقبال میکردن. در دوران رنسانس ارزشهای کلاسیک یونان باستان دوباره مورد توجه قرار گرفته و احیا شده. یکی از این ارزشها برهنگی در مجسمه سازی بود. هنر مجسمه سازی از همون تاریخ آغازینش به معنای تجسم کار خداوند در باب خلقت بود. برای همین برهنگی در مجسمه یک معنای مقدس داشت که یعنی خداوند انسان را همانند خود آفرید. این تفکر کم کم مورد قبول واتیکان و کلیسای کاتولیک هم قرار گرفت. بعد هم واتیکان پر شد از آثار هنری برهنه، اما کلیسای کاتولیک بعد از قدرت گرفتن جنبش پروتستانیسم متهم به انحراف و بت‌پرستی شد. پس برای مبارزه کردن و رفع این اتهام تمام سعی و همت خودش را در راستای مخالفت با برهنگی آغاز کرد. مجسمه داوود میکلانج یکی از اولین نمونه‌های هنریه که قربانی سانسور در اینو مبارزات شد. برگ انجیر این مجسمه از سال 1912 میلادی برداشته شد، یعنی همین 100 سال پیش تا اون موقع برگ انجیر رو داشت. راجع به مجسمه داوود حرفای خیلی زیادی هست. ویدیو بعدی ما در مورد همین اثر شاهکار میکلانج، منتظرش باشید. نظراتتون رو برامون کامنت بکنید و مهمتر از هر چیزی ما رو معرفی بکنید. سابسکرایب یادتون نره. این اپیزود در زمستان 402 با کارگردانی و تدوین حسین زمانی ضبط میشه.